ولی یکی از اشتباهاتی که مطرح هست در به خصوص در جبهه طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی، بعضیا هستن که میگه آقا جان ما یه پادشاهی که مسئولیتی نداشته باشه، تصمیم گیر نباشه، میخوایم چه کار؟ دکور بشین اون بالا؟ نه، پادشاه باید یه سری مسئولیت‌ها داشته باشه. اینجاست که من مشکل پیدا میکنم، چون میدونم عاقبتش چیه، چون میدونم این فرهنگ بت‌سازی و دیکتاتور تراشی آخر سر مسئله رو منحرف خواهد کرد. اگه از اولش فکر کنن که یک کسی رو میتونن بذارن بالای منبر، بعد بیان زیرش همون مانورهای همیشگیشون رو بدن. آخه دیدیم که به اینجا رسیدیم. من اولین کسی خواهم بود که با اون سیستم مخالفت خواهم کرد. اگه بگین نه ما میتونیم یه پادشاهی تو مملکت داشته باشیم، جزء فرهنگمونه، کشورمونه، این چیزاست، میشینیم اون بالا مثل پادشاه سوئد یا پادشاه ژاپن یا نمیدونم ملکه الیزابت یا رزالک که کاری به سیاست ندارن، یک نفوذی از نظر فکری دارن، کار خودشون میکنن، ولی قانون اساسی مشخصا این وظیفه رو به عهده اون مقام نذاشته در اداره مملکت. اون وقت شاید معنی پیدا کنه. بخش‌هایی از گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با صدای آمریکا بود که 22 خرداد از این شبکه پخش شد و به بحث داغی دامن زد. رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر، در ماه‌های اخیر چندین مقاله در همین رابطه نوشته که یکی از آنها با عنوان سلطنت آفت پادشاهی منتشر شد. آقای پرهام، شما صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی با صدای آمریکا را حتما شنیدید، ممکنه بفرمایید نظرتون در این رابطه چیه؟ ببینید آقای رأفت، دموکراسی تاجدار با سلطان تاجدار فرق می‌کنه. دموکراسی تاجدار یعنی فی‌الواقع تاجی است که گذاشتیم روی سر مردم، چون دموکراسی حکومت مردم، از مردم و برای مردمه. وقتی میگیم دموکراسی تاجدار، این تاجی است که گذاشتیم رو سر این دموکراسی، یعنی رو سر مردم و حکومت مردم، از مردم و برای مردم. سلطان تاجدار قضیه متفاوت، یعنی یک کسی است که مسلط بر اوضاع و مسئولیت اجرایی داره و در مدیریت جزء و در مدیریت کلان دخالت مستقیم میکنه و در نتیجه موقعی هم که انتقادی هست و در سیاست و در امور اجرایی، خب یه چیز طبیعی است که انتقاد باشه، مخالفت باشه، ضدیت باشه، همه چیز متوجه او میشه و متوجه اون نهاد میشه. و چون اون نهاد ریشه قدیمی داره و با تار و پود فرهنگی و تاریخی و آداب و رسوم ما و خلق و خوی ما در هم آمیخته، به طوری که یکی از ویژگی های کشور ما همینه، وقتی که نقد و مخالفت و ضدیت متوجه اون نهاد میشه، چون کسی که در رأس این نهاده و این نهاد رو دوش اوست، مسئولیت اجرایی داره، این تیشه به ریشه کشور زده میشه. تجربهش هم همه ما داریم. یعنی در یک شرایطی بود در قرن 20 پس از یک دوره انحطاط واقعا طولانی که خطوط کلی و جزئی اون انحطاط از فقر گرفته تا بیقانونی تا ظلم تا راهزنی و چپاول گسترده کشور توسط یک قشر خاصی در خاطرات و سفرنامه‌های مختلف و در کتاب‌های مختلف هست، در پایان اون دوره انحطاط طولانی که منحدترین شکلش همون قاجار باشه و به ویژه پایان قاجار، یک قرن 20 ما باش مواجه هستیم که در اون قرن 20 دو اصلاحگر بزرگ قرن و کشور ما در اون دوره، یعنی رضا شاه و فرزند او محمد رضا شاه، مسئولیت مستقیم گرفتند در شرایطی که شرایطی کشور بود در قرن 20 و اصلاحگران بزرگی شدند، پایه‌گذار دولت مدرن و پایه‌گذار ایران مدرن شدند، پایه‌گذار شهرنشینی شدند، پایه‌گذار دانشگاه و تمام این سخت افزارهای تمدن و فرهنگ شهری که بدون اون سخت افزار، بدون اون طبقه متوسط، بدون اون شهرنشینی، بدون اون کلان شهرنشینی و تمام تجهیزاتی که با اون میاد، اصلا شما نمیتونید نرم افزار دموکراسی رو پیاده بکنید. دموکراسی پدیده شهری است و ایران روستایی رو 90% مردمش روستایی بودن، رفته رفته تبدیل کردن به یک ایرانی که شهرنشینی درش آمد، طبقه متوسط شکل گرفت، خواستهای طبقه متوسط شکل گرفت. این دو اصلاحگر بزرگ تجربه مشترک همه ماست که در یک شرایط خاصی مسئولیت مستقیم رو دوش اونها قرار گرفت، از تصمیم گیری جزء و کلان رو دوش اونها قرار گرفت و گرچه نام اونها به عنوان دو اصلاحگر بزرگ موند، به طوری هم موند که 40 سال پروپاگاند و تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی نتونست یاد اونها رو از قلوب و اذهان میلیون‌ها ایرانی پاک بکنه، به طوری که در دیماه دیدیم، از دیماه به این ور هم دیدیم مردم با قبول خطر فریاد زدن رضا شاه روحت شاد. در عین حال تجربه مشترک تاریخ ما این درس رو هم به ما میده که قبول مسئولیت مستقیم اجرایی توسط این نهاد هزینه کلانی هم با خودش در بر می‌داره. برای همینه که من بارها از این مقوله صحبت کردم، دموکراسی تاجدار و تفاوت اون چیزی که در فرهنگ سیاسی ما و در ادبیات سیاسی ما و در تاریخ 100 ساله گذشته، این باری که در واژه و مفهوم سلطنت نهفته شده که یه مقدار قابل توجهیش بار منفی است، قاجاری است، چیزی است که از دوران قاجار باقی مونده و ادامه پیدا کرده به صورتی در قرن 20 و تا به امروز مونده و تفاوت قائل شدن بین این سلطنت که واژه‌ای است که نه در واژه، نه در شکل و نه در محتوا میشه گفت ایرانی نیست و فارسی نیست، و پادشاهی که ترجمان سیاسی قرن 21میش میشه همون پادشاهی پارلمانی، یعنی پادشاه چهره نمادین، فیگورهد به انگلیسی، واژه نمادین، سمبل. و این رو هم تکرار کردم، بارها گفتم که این واژه سمبل، اینی که ما به فارسی بهش میگیم نماد، ریشه یونانیش به معنی گرد هم آورنده است. سمبل اون کسی است که گرد هم میاره، اون کسی که گرد هم میاره خودش نمیتونه حزبی یا سیاسی یا فرقه‌ای یا طایفه‌ای یا تشکیلاتی یا جبهه‌ای داشته باشه. و مثال هم زدم که در یه مسابقه فوتبال داور نمیتونه کاپیتان سابق یکی از دو تیم باشه، چون این چیزی ممکن نیست. تجربه تاریخی مشترک ما هم نشون میده که این آنچه که ضعف گذشته ما بود، آنچه که پاشنه آشیل ما بود در گذشته، آنچه که چشم اسفندیار ما بود در گذشته، اون رو نباید تکرار کرد. آزموده را آزمودن خطاست، اشتباه. اگر ما بخوایم باز تولید سلطنت بکنیم به اون معنایی که در اذهان هست، ترجمان ایرانی و مدرن و قرن 21م دموکراسی تاجدار همون پادشاهی پارلمانی است که در اون سمبل، یعنی گرد هم آورنده، اون چهره ملی، اون نماد ملی، اون نماد شیر و خورشید، فردی است که مسئولیت اجرایی نداره، مسئولیت سیاسی نداره. مسئولیت سیاسی با نخبگان سیاسی برآمده از جامعه مدنی هستند که برای یک مدتی با وکالت مردم مسئولیت اجرایی به دست میگیرن، وکیل مردمند برای یک مدتی و این تفاوت بسیار تفاوت مهمی است. یعنی باید بارها گفت و بارها تکرار کرد و نوشت و در از فرصت‌هایی که امروز مثلا شما به من دادید و بابتش از شما متشکرم استفاده کرد برای اینکه باز توضیح داد تفاوت در چیست. از صحبت‌های شما این چنین برمیاد که شما برای نظام بعدی سیستم پادشاهی رو به جمهوری ترجیح میدید. اگر مردم بخوان و اگر مدیریت گذار به درستی عملی بشه و اگر مردم بخوان، خواست من رامین همون دموکراسی تاجدار، رأی من در روز رأیگیری به دموکراسی تاجدار خواهد بود، به خاطر اینکه اولا همونجوری که گفتم با تار و پود فرهنگی و آداب و رسوم و خلق و خوی ما آمیخته، یک ابداع ایرانی است، شاه و پادشاهی یک ابداع ایرانی است و به خاطر اینکه در آینده و در فردای حکومت اسلامی در ایران واقعا کارستانی عظیم در مقابل ماست برای بازسازی کشور، بازسازی اقتصاد کشور، دستگاه آموزشی و تربیتی کشور، دستگاه دانشگاهی کشور، تجاری کشور، بنادر کشور و نام کشور و آبروی کشور و چهره کشور که به شدت صدمه دیده در این 40 سال. عجین شده با قاچاق، عجین شده با جنگ‌های نیابتی، عجین شده با صدور انقلاب، عجین شده با آدمکشی، با اینکه یه نفر رو بذاری جلوی دوربین، جلوی پشت سرش آیه قرآن یا سوره قرآن بزنی، یه چیزی بگه و بعد سرش رو ببری یا تیربارونش بکنی. این کار از ایران شروع شد و این به شدت صدمه زده به چهره و به نام ایران. بازسازی نام و چهره ایران به ویژه در قرن 21، در قرن جهانی شدن، در قرن اینترنت، در قرن تصویر و ایمیج، در قرنی که هر شرکت تجاری سالیانه یک بودجه عظیمی صرف چهره و نام خودش میکنه، صرف ایمیج خودش میکنه. ایمیج خیلی مهمه، ایمیجی که جهانگرد میاره، ایمیجی که سرمایه میاره، ایمیجی که اعتبار میاره و اعتماد میاره. این ایمیج و این تصویر ایران در آینده باید بازسازی بشه و من فکر میکنم که نهاد پادشاهی آنچنان که شاهزاده رضا پهلوی بارها بر سمبولیک بودن و نمادین بودن او و کارکرد اون تاکید داشتن، این نماد و چهره شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی میتونه خیلی کمک مؤثری باشه به بازسازی چهره و نام کشور ایران در عرصه جهانی. میتونه خیلی کمک بزرگی باشه و میتونه به عنوان یک نماد ملی و یک چهره ملی و یک گرد هم آورنده ملی عامل بسیار بسیار مؤثری باشه در تثبیت کشور و در ثبات کشور و در آرام کردن کشور، برای اینکه بشه دوباره اقتصاد رو راه انداخت، بشه دوباره دستگاه آموزشی و دانشگاه و تجارت رو راه انداخت که مردم یه زندگی معمولی پیدا بکنن، برگردن به یک زندگی انسانی و معمولی و تلاش بکنن برای رفاه خودشون. این رفاه و این اقتصادی که ازش صحبت میکنیم به یک محیط باثبات و آرام نیاز داره که من فکر میکنم این نهاد در چارچوب دموکراسی تاجدار یا پادشاهی پارلمانی میتونه بسیار مؤثر باشه به عنوان یک کاتالیست، به عنوان یک تسریع کننده و تسهیل کننده. بخشی از هواداران نظام پادشاهی ولی با این سخنان شاهزاده رضا پهلوی و نظرات شما موافق نیستند و خواهان پادشاهی هستند که مقامی اجرایی داشته باشه. می‌دونید که شما احمد رأفت عزیز با روزنامه‌نگاران پیشکسوت بین‌المللی ما هستید، می‌دونید که در این مجموعه واژگان و مفاهیم که با سلطنت عجین شده به معنای درباری کلمه، به معنای عین الدوله‌ای کلمه، به معنای قاجار کلمه، در این فرهنگ درباری یه سری اصطلاحات بود دیگه، مثلا یادتون منویات ملوکانه. این افرادی رو که شما ازشون نام میبرید در جناح معروف به سلطنت طلب، اسمش هم اینه، در این جناح این افراد واقعا منو یاد این ضرب المثل فرانسوی میندازن که میگه هیچ کری کرتر از اون کری نیست که نمیخواد بشنوه. نمیخوان بشنون. یعنی ناشنوایان فقط در اون جناحی نیستن که نمیخوان بشنون مردم در دیماه چی گفتن، یه سری ناشنوای دیگه هم در این جناح دارید که نمیخوان بشنون. یعنی منویات ملوکانه اصلا واسه مهم نیست، برای اینکه اگه منویات ملوکانه، بعدنم از واژگان فرهنگی و درباری خودشون استفاده میکنم، اگه منویات ملوکانه واسهشون مهم بود، خب لااقل توییت‌های ملوکانه رو میخوندن یا سخنرانی‌های ملوکانه رو یه بار میخوندن، دو بار میخوندن، ببینن که ایشون چی میگن. و اگر واقعا مهم بود براشون، خب گردن میگذاشتن، قبول میکردن، میگفتن که خب شاهزاده اینجوری میگن، شاهزاده پادشاهی رو اینجوری میبینن، ما هم قبول میکنیم. ولی قبول نمیکنن. چرا قبول نمیکنن؟ حالا موضوع دیگری است، یه مقدارش برمیگرده به آمبیسیون‌های سیاسی، به جاه طلبی‌های سیاسی بیمورد که متأسفانه در سیاست هست، کارش هم نمیتونیم بکنیم. یه مقدارش برمیگرده به همون ایگو، به همون عامل روحی و روانی که شناخته شده که بازم اون کارش نمیتونیم بکنیم. یه سریش هم بدفهمی است از واژگان و مفاهیم. یادتونه این فراز شناخته شده از کنفوسیوس که میگفت اگر من قدرت مطلق می‌داشتم، نخبگان را گرد هم می‌آوردم و از ایشان می‌خواستم که سر یک سری از واژگان و مفاهیم به توافق برسند. چرا؟ به خاطر اینکه واژگان، مفاهیم، انسان و زبان دیگه، انسان و کلام، و یک سری از این کلمات و واژگان و مفاهیم باعث بدفهمی یا کشفهمی یا نفهمی میشه و مشکلات عدیده به وجود میاره. یه عده کشفهمی و بدفهمی دارن از مفاهیم، نمیخوان بفهمن که سلطنت به اون معنای سنتی و قاجاری و قدیمیش چه بار منفی داره، چه چشم اسفندیار و پاشنه آشیلی داره، ما چه هزینه‌ای برای این پرداخت کردیم و دیگه نمیخوایم این هزینه رو پرداخت بکنیم. اصلا دیگه کشور گنجایش پرداختن چون این هزینه‌های کلانی نداره، نمیخوان بفهمن. و یه عده‌ای هم سکتاریست سلطنت طلبند، یعنی واقعا سکتاریستن، یعنی رفتارشون سکتره، یعنی رفتارشون فرقه‌ایه، ذاتن و ماهیتن تفاوت چشمگیری بین رفتار فرقه‌ای اینها و رفتار فرقه‌ای تبهکار حاکم وجود نداره. هر دوشون یه فرقه‌اند، منتها دو فرقه دشمن با همن فعلا، گرچه ذاتشون، اسانسشون یکیست. اینه که باید، اگر نظر من کوچک رو بخواهید، باید از رو سر اینا گذشت، باید از روشون رد شد و باید به آینده نگاه کرد، باید مسائل رو برای مردم توضیح داد، برای جامعه مدنی توضیح داد، برای الیت فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی توضیح داد. همه اینا درسته، برای مردم به معنای عام کلمه توضیح داد و در عین حال در برنامه ریزی سیاسی و در تفکر راهبردی سیاسی باید این رو مد نظر داشت که باید از رو سر همه این رد شد. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی دیگری که با خبرگزاری بلومبرگ آمریکا داشتند، به دو نکته مهم دیگه هم اشاره کردند. یکی ضمن اشاره به دوستیشون با جین شارپ، بنیانگذار تئوری مبارزه بدون خشونت، تاکید بر لزوم مبارزه بدون خشونت علیه نظام حاکم بود. نکته مهم دیگر دعوت ایشون از پایه‌های سپاه و بسیج بود برای اینکه فرماندهان فاسد رو به حال خود رها کنند و به مردم بپیوندند. نظر شما در رابطه با این دو مسئله و به ویژه مسئله دوم، یعنی دعوت از پایه‌های سپاه و بسیج برای پیوستن به مردم چیه؟ ببینید، بسیار این دو نکته حائز اهمیت، اگرچه میتونیم بگیم که خب خیلی بدیهی است. یعنی بدیهی است که هیچ کس از خشونت خوشش نمیاد، بدیهی است که ما میخواهیم راه ما به فردای این نظام یک راه همواره بدور از خشونت باشه، و بدیهی است که ما می‌خواهیم بدنه سپاه و بسیج و کسانی که قاچاقچی نبودند و سرکوبگر نبودند و در دزدی و چپاول دست نداشتند، اینها بپیوندند، دوباره برگردند به دامن ملت و نقش ایفا بکنند. گرچه بدیهی است، ولی باید گفت و باز هم گفت و باز هم گفت و باز هم گفت و تکرار کرد به خاطر اینکه بسیار حائز اهمیت، به خاطر اینکه کار بازسازی ایران بسیار ساده تر خواهد بود اگر راهی که ما رو به اونجا میرسونه این راه تا آنجا که ممکنه از خشونت دور باشه، چون خشونت فقط هزینه لحظه‌ای و مقطعی نداره، هزینه هایی داره که بعداً پرداخت خواهد شد، گاه نسل ها طول میکشه. مثلا به تجربه آلمان نگاه بکنید، به تجربه فرانسه در زمان اشغال این کشور توسط آلمان نگاه بکنید، ببینید بخش قابل توجهی از متاسفانه از جامعه فرانسوی و جامعه مدنی فرانسه درگیر کلابوراسیون بود دیگه، یعنی درگیر همکاری با حکومت ویشی بود. خود حکومت ویشی هم همکار حکومت نازی آلمان بود و هزینه سنگینی پرداختند. در پس از آزادسازی فرانسه توسط ارتش آمریکا و بریتانیا هزینه سنگینی پرداخت شد، یعنی بلافاصله بعد از اون یک دوره تاریخی در فرانسه است که کمتر ازش صحبت میشه به نام اپیوراسیون. بعد از کلابوراسیون یه دوره از به نام اپیوراسیون، اپیوراسیون این پاکسازی که در اون ده ها هزار نفر رو تا حکومت مرکزی بیاد به خودش بجنبه و به کمک متفقین ثبات رو مستقر بکنه و حکومت قانون رو مستقر بکنه، در همون فاصله زمانی بسیار اندک اپیوراسیون رخ داد و ده ها هزار نفر رو کشتند، مردم خودشون ریختند و کشتند کسانی رو که همکاری کرده بودند با نظام ویشی. این تجربیات در کشورهای دیگه هم هست و خشونت هزینه هایی داره که بعدها هم پرداخت خواهد شد، ممکنه چند نسل هم طول بکشه. اینو ما میخوایم حتی المقدور تا اونجایی که ممکنه ازش پرهیز بکنیم. برای همین هم بارها و بارها گفتیم هرچه مشارکت جامعه مدنی، هرچه مشارکت قشر مرفه، اون اقشاری که دردسر معیشت ندارند، اون اقشاری که اهل خوندن و نوشتن هستند، هرچه مشارکت این گروه ها بیشتر باشه احتمال اینکه گذار از این نظام با خشونت هرچه کمتری باشه بیشتره. هرچه این مشارکت کمتر باشه احتمال اینکه میزان خشونت بالا بره بیشتره. این رو اقشار مرفه و جامعه مدنی ایران چه داخل کشور چه خارج کشور واقعاً باید این موضوع رو خوب درک بکنند که هرچه مشارکتشون بیشتر باشه از خشونت کمتر خواهد شد، هرچه مشارکتشون کمتر باشه میزان خشونت احتمالاً بالا خواهد رفت و این چیزیست که ما نمیخوایم. در نتیجه مشارکت کنید، بیاید توی گود، یا به قول هجیر داریوش اون مستند معروف 15 دقیقه‌ایش گود مقدس که راجع به پهلوانی و جوانمردی ایرانی بود و این طریقت باستانی ایرانی که گرچه در بوته زمان صورت‌های متفاوت گرفته است ولی همواره بر نهاد باستانی خود استوار بوده، پهلوان و جوانمرد باشید، مرد باشید، زن ایرانی باشید، به این گود مقدس بیاید و کشورتون رو نجات بدید. نکته دومی هم که گفتید بسیار حائز اهمیت، به خاطر اینکه باید سران سپاه رو مورد سؤال قرار داد، باید رو در روشون وایساد، چشم در چشمشون انداخت و بارها گفت، از جمله از این فرصت‌ها استفاده کرد و به چالششون کشید که شما در کنار منفورترین قشر اجتماعی ایران، یعنی قشر روحانیت، یعنی آخوند، تبدیل دارید میشید به منفورترین قشر در کنار آخوند. شما کسانی بودید که پیروزی بزرگ ارتش ایران در آزادسازی خرمشهر رو و شکست ارتش عراق در 2 سال اول جنگ رو تبدیل کردید به افتضاح 598. شما کسانی بودید که با ادامه جنگ بس از آزادی خرمشهر تقریبا نیم میلیون ایرانی رو که ده ها هزار نفرشون 12، 13، 14 ساله بودند در شنزارهای جنوب کشور دفن کردید. شما کسانی بودید که میلیاردها دلار ثروت کشور رو در شامات و در میان رودان دفن کردید. شما کسانی هستید که برادران قاچاقچی بهتون میگن، خداتون به خودتون میگن برادران قاچاقچی. شما کسانی هستید که نامتون، نهادتون، معیشتتون، کارتون، ثروتتون از طریق قاچاق و بنادر نامرئی بوده و هست. شما زالو صفتانه و انگل صفتانه افتادید به جان و مال و روح و روان و وجدان این کشور. باید پاسخگو باشید، باید بگید که دستاورد شما برای این کشور چی بوده، چه فایده‌ای برای این کشور داشتید. باید پاسخگو باشید چون در آینده پاسخگو خواهید بود و هزینه‌اش رو خواهید داد. هزینه کارهایی رو کردید خواهید داد، هم شما خواهید داد، هم مدافعان شما خواهند داد، همون کسانی که بی‌تفاوتند نسبت به شما و نسبت به وضعیت فلاکتبار کشور، اونها هم هزینه خواهند داد. این رو باید بارها و بارها گفت و به بدنه سپاه و بسیج هم که گفت که برگردید به دامن مردم، نگذارید مشتی قاچاقچی، مشتی تبهکار، راهزن، متجاوز، دزد از خلوص نیت شما استفاده بکنن، از جوانی شما استفاده بکنن، از فقر شما سوء استفاده بکنن. نکنید این کار رو، بپیوندید به ملت، بذارید اینها منزوی بشن و هزینه‌اش رو پرداخت خواهند کرد. در چرخ دنده های آن دگرگونی بزرگی که به حرکت افتاده و به وقوع خواهد پیوست له خواهند شد. شما با اونها نباشید. با سپاس از همراهیتون. جدا از شما ممنونم. این فرصت با ارزشی بود که شما و کیهان لندن در اختیار من گذاشتن. از شما و همکارانتون در این روزنامه واقعا ممنونم آقای رأفت.